نوش جونتون، خوش اومدین. سلام، خیلی ممنون. لطفاً یه قهوه آمریکایی بزرگ. چشم، حتماً. چیز دیگه ای هم میخواین؟ نه ممنون. خواهش میکنم آقا، قهوه‌تون 9 لیر میشه. بسیار خوب. سرای خانم، خوش اومدین. خیلی ممنون. ببخشید، شما بفرمایید. خیلی ممنونم. تا کیف پولمو پیدا کنم. یه موکا میخوام، متوسط. خواهش. باشه. ای داد بیداد، امروی قهوه این آقا را من حساب میکنم. چشم. قبلا برام پیش اومده بود، واسه همین میفهمم. ممنون. نوش جونتون، خوش اومدین. چی میل دارین؟ واقعا ببخشید، من بهتون بدهکار شدم. نه مهم نیست، این چه حرفیه، پیش میاد دیگه. الو، دارم میام تو راهم، نزدیکم. باشه، 10 دقیقه دیگه. آی سب کن دیگه. باشه، ببین تا 100 بشموری من پیشتم. باشه. آلیشا، ببخشید میشه باهاتون یه سلفی بگیرم؟ خیلی ممنون. خیلی عکس با کلاسی شد، شک نکن 500 تا لایک میگیره. بیا بیا، هر سه دختره رو در آوردی، خدا نکشد. یکی از سلفی بگیرای امروز با آقا فاروق سیلبر خان بود. چطوری؟ خوبم، تو چطوری؟ منم خوبم، ممنون، میبینم. ممنون سرایا، عالی بود. جدی، واقعا خوب. آره؟ خب چی کار میکنی؟ برنامه ای داری؟ این روزا کجایش رو داری؟ چی بگم؟ جای خاصی نمیاد. نمیدونم چرا نمیتونی صحنه بگیری، اصلا نمیشه. چی کار میشه کرد دیگه، بیشتر از اینم ازم بر نمیاد. میخوام یه چیز بهت بگم، یکم پول لازم دارم. کی میتونم پولمو بگیرم؟ 5 روزه میریزیم به حسابت. به محض اینکه پول بیاد میریزیم به حسابت. عالی. هفته دیگه هم 2 تا تبلیغ دیگه هست. نظرت چیه؟ حتما، هر وقت بگی انجامش میدم. پس حتما بهت خبر میدم. باشه. میبینمت. مراقب خودت باش. مهمونامون اومدن، بردنشون اتاق جلسه. به کی زنگ میزنی؟ عثمان. عثمان اینجاست، فکر کردم خبر داری. مرد حسابی، وقتی تو نگی و خودشم زنگ نزنه از کجا باید خبر داشته باشم؟ خوش اومدین آقا، که مهموناتون اومدن، منتظرم. همینجاست.
ببینم هیجان زده ای؟ داداش جون؟ پس چرا بهم خبر ندادی اومدی؟ والا داداش من فکر کردم جلسه ای؟ گفتم حتما پیدات میکنم دیگه. خوش اومدی عثمان. حتما تو خونه یه جای ساکت پیدا نکردی کتاب بخونی فرار کردی اومدی اینجا؟ نه بابا داداش، من اومدم پروژه رو تحویل بدم. مامانم تا فهمید میام کلی سفارش داد. تازه یکی از سفارشاش هم خودتی جناب. دیگه دستور از مقامات کارش نمیشه کرد. خیلی خوب باشه، شب با هم برمیگردیم بورسا. عثمان خان، خب باش، من دارم میرم جلسه غیبت نزنه ها. من جایی نمیرم، ولی اگه میخوای زنگ به مامان بزن. هی گیر میده که میخواین بیاین یا نه. قضا درست میکنم حسابم. باشه باشه، اسما سلطانو بسپار به من. خیلی خوب. نورگل، اون رو میز رو جمع کن و به جاش رو میزی ابریشمی رو بنداز. چشم خانم. میز رأس ساعت 8 باید آماده باشه. قهوه‌مو بیار تو سالن آسیه. چشم خانم. نمیتونی دانشگاه قبول شی؟ یه ذره درس بخون بچه، همه هزینه هامون داره میره واسه درس خوندن تو. چی بابا، داداش فاروق ماشینای جدید گرفته بود، اومدم اونا رو ببینم. شما دوتا به هم دیگه چی میگین؟ خیلی جیک تو جیکین. اسما خانم سلطانم، مامان گلم. داشتیم در مورد کار صحبت میکردیم. تو فعلا کارو ول کن و سعی کن دانشگاه قبول بشی پسرم. چطوری مامان جون؟ خوبم. چرا انقدر زود اومدی؟ سر حرفمون موندیم و زود اومدیم خونه. والا داداش من که دلتنگ غذای خونه بودم بد جور، به خاطر همین اومدم. از بی غذایی که میاد معلومه دیگه. لوس نشو، این بو همیشه تو خونمون هست. نه، چون داداش فاروق قراره بیاد انگار همه چیز یه ذره خاصه. البته باید ببینیم که میاد یا نه. اگه باز نمیتونه، این دفعه دیگه نمیتونه بپیچونه. مامانم عثمانو فرستاده که به زور بیارتش. واقعا حق ندارم پسرامو کنار هم دیگه ببینم. مگه چیه پسر ها؟ چه زودم ناراحت میشه. شوخی کردم اسما سلطان. خب حالا که زود اومدین قهوه رو با هم دیگه بخوریم. باشه حل. نورگل، الو، چطوری دختر؟ اوه خوبم دختر، تو چطوری؟ این چه صداییه؟ اوف نابود شدم سرای، خیلی حالم بده عزیزم. خاله میشه صدای تلویزیون رو کم کنی؟ نگران نباش، زود خوب میشه. کاری نمیتونی برات انجام بدم هستم؟ چرا دارم؟ میشه امشب به جای من بری رو صحنه؟ ترانه ها چی؟ همون ترانه های همیشگیه. فکر کردون برجو آهنگ جدیدم میخونه، همش چند تا آهنگ تکراریه. باشه عیبی نداره، میرم. قربونت میرم سرای، واقعا ممنونم. چیزه اونا خبر دارن من قراره جای تو برم؟ آره مگه میشه نداشته باشن؟ فقط زود آماده شو برای وقت دیر نرسی. باشه عزیزم، بعدن میبینم. ممنونم، جبران میکنم. خدافظ. بسیار خوب، تبریک میگم. آقا فاروق تو به خدا از باباتم حریص‌تری که تا الان ما رو علاف نگه داشتی بابا. تو این خانواده همه همینطورین، چونه میزنن آقا. آره والا مبارک جون، خیلی خستمون کرد. اگه خسته شدین برین هتل کم استراحت کنین تا حالتون جا بیاد. استراحت چی؟ یه جایی هست که آقا رادو قبل از برگشتن دوست دارن برن اونجا. فهمیدم.
باشه، آکف شماره میبره. من کلی کار دارم، شرمندتون میشه. امشب ولت نمی کنم و فاروق جون، خیلی اذیتمون کردی بابا. الان نوبت ماست. آقا رادو، دوست ندارم ازم دلخور بشین ولی بابا همین چند دقیقه پیش قرارداد 23 میلیون یورویی بستیم، فاروق چرا انقدر بچه ننه بازی در میاری؟ باشه، من یه کار کوچیک دارم اونو انجام بدم، حتما میام پیشتون. فعلا آکف راهنماییتون میکنه. خیالت راحت داداش. حواست به من باشه بچه. مبارک همون باشه. خیلی ممنون. مبارک باشه. بریم داداشون؟ آره، ولی نمیریم بورسا، باید به مهمونا برسیم. ای بابا اذیت نکن دیگه داداش، مامان ما رو میکشه، حداقل بذار من برم. نه خیر داداش، این دفعه دیگه باید باشی، نمیذارم بری. تو رو خدا اذیت نکن دیگه، میدونی که اصلا سر ببینم. اوف، امروز با همین یارو رو تحمل میکنیم. تو الان با کفینا برو، منم یه کاری دارم انجامش میدم، زود میام. باشه، به جون بری دیگه نمیای، من که میدونم. نه حتما میام. آره. اوه آکف خان، چه خوب کردی اومدی. دم شما گرم، دیگه گفتیم دلتون تنگ شده رئیس، ببینید مهمون آوردی. خوش اومدین. خیلی ممنون، مرسی. خوش اومدین. شما هم خوش اومدین. داداشت هم میاد؟ داداشم میاد. آها باشه. آره حتما میاد. پسر میز آقا فاروق اینا رو آماده کن، یالا دیگه زود باش پسر. خیلی خوش اومدین. شما خوبی؟ خوبی؟ خیلی خوب، بیاین بشین. بیاین. خب نفس بکشین، نفس عمیق بکشین. آروم باشه. نفس بکشین. باید برم ولی اینجوری خب من خوبم مرسی، شما بریم به کارتون برسید. من خوب. خب دکتری چیزی؟ نه من خوبم، نگران نباشین دیگه. خیلی ممنون که کمک کردین، خوب میشم. باشه، خدا بهتون سلامتی بده. خیلی ممنونم. ها دختر، معلوم از کجایی؟ زود برو آماده شو بجم. باشه ببخشین. سلام برجو. سلام عزیزم.
دلارا چرا این دفعه پیچونده؟ من واقعا باهاش حرف زدم، حالش خوب نه. ای بابا من اونو خوب میشناسم. برو آماده شو، برو. باشه. برو. امشب قرار فاروق بیاد. جدی میگی؟ با گوشای خودم شنیدم اصلا فاروق قرار خودش بیاد، اینجوری گفتم. فاروق خوش اومدی. خیلی ممنون. والا خوش اومد فاروق. خوب میدونی شبا باید کجا بیای. آره یه چیزایی سرم میشه. خب حالا خوش میگذره؟ بابا مگه میشه اینا رو ببینی و خوش نگذره به؟ صبح برو سر مزار، شب بیا اینا رو ببین، حالت خوبه. خوبه آسمان خان. ها؟ تو که از اینجور فضاها خوشت نمی اومد، خیره؟ والا نمیدونم داداش، خوبه دیگه، حالا اونقدرم بد نیست. ببینم اون خانم خوشگله بعد برنامه نمیخواد بیاد سر میز. آقا رادو، اینجا از اون جاهایی که تو فکر میکنی نیستا. عزیز دلم نمیخوام بخورمش که پولشو میدم. آقای محترم، فکر میکنم متوجه منظورشون نشدیم. اینجا با پول به کسی سرویس نمیدیم. آقا مگه کی هست؟ یعنی اگه 5000 دلار بدم نمیاد؟ نه نمیاد. خوش بگذره. چوک
خیلی ممنون، متشکرم. یعنی چی؟ چرا اینجوری از سر میز بلند شد؟ فکر کرده کی؟ نه اصلا اون به خاطر تو بلند نشد، تو اشتباه متوجه شدی. من همین الان میخوام برم خونه براک، همین الان. باشه عزیزم، همین الان. چرا نمیریم دیگه؟ بذار آقا رادیو بیاد بعدش میریم. حالا یه ساعت منتظر اون باشیم. پسر چته؟ چرا کلافه ای؟ مردی که فکر کرده با پول میتونه آدم رو برای خودش بخره. خیلی آدم گاوی. این مردک باز چی کار کرده؟ هیچی داداش، اونو که میشناسی خودت. میخواست اون خانومی که میخوند و بیاره سر میز. برجو رو؟ نه داداش، برجو خانومو که اگه میخواست خودم حالشو میگرفتم. میدونی که اون یکی، اون دختره که پشت سر برجو خانوم میخوند، اونو میخواست. سریا رو میشناسیش؟ سلام، شب بخیر خانوم خوشگله. شب بخیر. میخواین تا خونه برسونمتون؟ ماشینم دم دره. خیلی ممنون. یه لحظه باش تو ببینم خانوم خوشگله. یه لحظه بیا امشب مهمون من باش، هر چقدر بخوای بهت پول میدم. تو فکری کی هستی ها؟ باش تو ببینم، گفتم باش تو. میخوام مثل آدم بهت پولتو بدم، شب باید با من بیای. فهمیدی یا نه؟ برو ببینم. برو تو ماشین، برو. خفه شو برو. رادو نه، داری چه غلطی میکنی؟ اون با تو جایی نمیاد. سوار شو، سوار ماشین شو. یلا این آشغال از اینجا ببرین جایی که جلوی چشم نباشه. آشغال حالت خوبه؟ به من دست نزن. باشه به دست نمیزنم. باشه بذار تا خونت برسونمت.
ببین دوست ندارم با این حال ولت کنم، خواهش میکنم بذار تو خونه برسونمت. تاکسی حاضره، بفرمایید. خانم و سعی و سالم میبری دم خونش. باشه، اینم کارتمه، به هم زنگ میزنی. میشه را بیفتی؟ چرا مجبورم میکنی حرفامو تکرار کنم؟ لطفاً به هم گوش کن دختر. من همیشه خب بذار کمکت کنه، بذار کمکت کنه. چرا به حرفام گوش نمیدی؟ روز بخیر. موکای متوسط درسته؟ برای سرای خانم یه موکای متوسط. سلام. وای ول کن دیگه تو رو خدا. من به خاطر اتفاق دیشب واقعا از شما معذرت میخوام. جدی میگم خیلی شرمنده شدم. نفهمیدم چه ربطی به شما داره. کسی که دیشب اون کار احمقانه رو کرد مهمون من. خب مهم نیست، شما که نمیتونین مسئول کارای اون باشین، اینطور نیست؟ درسته، اما بازم احساس مسئولیت میکنم. کسی حق نداره به یه خانم همچین توهینی بکنه. بله درسته. خیلی خوب، حالا اگه شما رو ببخشم راحت میشین؟ باشه میبخشمتون، حتی تشکرم میکنم سوپرمن. سوپرمن نیستم، فاروقم. و شما هم سرعی ها نه؟ بله. خوشبختم. منم همینطور. آقا فاروق، حالا از کجا فهمیدین ممکنه اینجا باشن؟ شانسی اومدم. خوبه، پس معلومه خوش شانسی. امیدوارم هدیه‌مو قبول کنین. چیو؟ چی؟
چیو؟ وای دیگه خیلی ممنون. بگو آکف فاروق، چرا گوشیتو جواب نمیدی؟ جواب دادم که پسر. داداش من خودمو که نمیگم، جواب مامانتو میگم. باز چی میخواد اسما سلطان؟ ازم پرسید عثمان اومده چرا فاروق باهاش نیست؟ انگار امشب مهمونای خاصی دارین. آقا بالی قراره بیاد، گفتش فاروقم حتما باید بیاد. میدونم میدونم، اونا بدون من نمیتونن کاری بکنن. داداش تو رو خدا این گوشیتو شبا خاموش نکن، میشه؟ چرا؟ چرا داره؟ مامانت دیگه، تا تو رو پیدا نکنه به من زنگ میزنه. مامانتم که میدونی اینقدر زنگ میزنه تا بالاخره پیدات کنه. میخوای تو برگرد بورسا؟ باشه باشه، خودم ردیفش میکنم پسر. ببین حتما فهمیدم. قرار نیست هر وقت میخوای دم دستت باشم اسما سلطان. چی شده آسیه؟ چیزی نیست خانومم. چطور چیزی نیست؟ فکر کردی نمیشناسمت؟ وقتی فنجون اونجوری میذاری حتما یه چیزی هست. خانوم اگه میشه این دفعه فالتون رو نگیرم. هر کاری میگم بکن، بردار بردار. هر چی رو دیدی بگو، سیر تا پیاز. من تو فالتون ورودی این خونه رو میبینم خانومم. یه عالمه مار اونجاست خانوم جون، همشون صف کشیدن و منتظرن تا بیان توی خونه. تو همیشه همینو میگی، از این ترسیدی؟ نه آره حق با شماست، من همیشه همینو بهتون میگم خانوم جون، اما این دفعه یکی از این مارا موفق میشه تا وارد خونه بشه. همین که وارد خونه میشه خانم جون، شما رو نیش میزنه، نمیتونه کار دیگه ای بکنه. اما شما هم راهی برای فرار کردن ندارین، باید باهاش روبرو بشین. خیلی پریشونین خانم، جنس مارم معلومه، مار ماده است خانم جون. موسیقی
مار اومده تو تخت خوابتون خانم جون. تا نیشتون نزنه از اینجا نمیره. کسیه که به زودی وارد این خونه میشه. مار همونه خانومم. آی مردم به خدا، هنوزم بدنم درد میکنه. ببینم به چی داری نگاه میکنی. هیچی نیست. بده ببینم. هیچی بابا چیزی. بده دیگه، مگه چیه؟ چیه؟ عجب زندگی داره یارو. آره واقعا زندگیش اینه که هر شب با یه زنه. خیلی خوبه. والا این چی آخه؟ خجالت آوره. حالا چرا عصبانی شدی؟ چرا باید عصبانی شم؟ دختر جون خب تو هم از زندگیت لذت ببر، مگه چیه؟ حالا مگه قراره چی بشه؟ وای خدای من، این دیگه چیه؟ من اگه جای تو باشم به خدا همچین فرصتی رو از دست نمیدم. نه خیر عزیزم، این خیری برام نداره. خودم به اندازه یه کافی مشکل دارم، حوصله ندارم بازیچه این بشم. ما دیگه با تو قراردادی نداریم و نخواهیم هم داشت. به سلامت. اونجوری نگام نکن، نمیذارم به خاطر کار با همچین کسایی آبرو و شخصیتم بره زیر سوال. باشه داداش، هرچی تو صلاح بدونی همون میشه. زنگ بزن به اون یارو که تو باکو بود، زنگ بزن اونا بیان با اونا حرف بزنیم. یعنی چی؟ صبر کن ببینم. یعنی اونا هنوزم منتظرن؟ پسر جون، وقتی یه فرصتی از دست میره قرار نیست احتمالات دیگرم از دست بدی، فهمیدی؟ داداش داداش میدونی چیه؟ به خدا، به جون خودت قسم، اگه کسی به تو بدی کنه نابود میشه، از دنیا محوش میکنم. میدونی که دقیقا مثل اون داره میسوزه الان. دقیقا. پس بریم یه جشن باشه بگیریم. خیلی هم خوبه، جشن میگیریم. فقط داداش میگم کجا؟ چجوری؟ برنامه چیه؟ به ایلما زنگ بزن با هم یه برنامه بذاریم. ببینم مگه تو نمیخواستی بری بورسا؟ اسما خانوم زنده زنده منو میسوزونه، ولی خب هرچی تو بگی.